گذشته خود تا فایروال صحبت کردیم. بعد از فایروال می‌بینیم که دیگه چه چیزی وجود داره در بخش ما، در سما. ما یک از دیگه چیزایی که اینجا می‌خونیم وایرلس اکسس پوینت است. وایرلس اکسس پوینت ها دیوایسایی هستن که اینا به خاطر از استفاده میشن کمی نتورک که ما شما داریم به شکل بی سیم تبدیل بکنن. یعنی اینکه ما رفتیم از یک ISP اینترنت گرفتیم آوردیم به داخل سازمان که ما کار میکنیم، اینال اینترنت از کیبل آمد به یک راوتری که ما داشتیم کانکت شد و از راوتر یک کیبل آمد به سویچی که ما داشتیم کانکت شد. تمام کامپیوترها هم به سویچ کانکت هستن، اما بعضی دیوایس‌ها هستن که اونا قابلیت ازیر ندارن که ما حتما به اونا یک کیبل کانکت بکنیم. مثلا ما یک موبایل در نظر میگیریم یا یک تبلت در نظر میگیریم، بخی که ما موبایل و تبلت نداشته باشیم که مثلا جای کیبل نداشته باشه، خب فکر کنیم که همه دیوایس‌هامو جای کیبل هم داشته باشن. اما بعضی وقتا ما کارمندایی داریم که اونا مجبور هستن، یعنی در حال رفت و آمد هستن کار بکنن، یک تبلت داره به دست از اونا هست که طرف و طرف میرن و حرکت میکنن و یعنی کار رو انجام میدن. اونا امکان از این نیست که حتما از کیبل استفاده بکنن. خب سعی میکشه که برای تو شرایط از اکسس پوینت ها استفاده بشه که میتونه اینترنت را از سویچ ما بگیره و به شکل بی سیم برای دیوایس ها و کسایی ارائه بکنه و اینترنت که اونا به شکل چی هستن؟ موبایل هستن، موبایل یوزر ها هستن، یعنی نمیتونن به شکل ثابت یک میز بشینن و از کامپیوتر و اینترنت خود در یک مکان به شکل ثابت استفاده بکنن. و ای اکسس پوینت ها فقط یک بریج هستن، یعنی یک پل ارتباطی که میتونن همین شبکه ما، یعنی نتورک ما شما رو به شکل بی سیم تبدیل بکنه، یعنی از حالت بی سیم به فهمیدیم به از شکل بی سیم ببخشون از شکل کیبلی به بی سیم هم تبدیل بکنن، یا می موبایل هایی که یا دیوایس هایی که اونا به شکل وایرلس میخوان از اینترنت استفاده بکنن با استفاده از این میتونن به همون شبکه کیبلی ما شما کانکت بشن. و یاد شما باشه که این اکسس پوینت ها راوتر نیستن، اکسس پوینت فقط یک وظیفه ازیر داره که به عنوان یک پل ارتباطی بین شبکه کیبلی شما و شبکه بی سیم شما البته ببخشید بین شبکه کیبلی شما و دیوایس‌های بی سیم شما ارتباط برقرار بکنن. خود راوترهای وایرلس یک دیوایس متفاوت هستن نسبت به اکسس پوینت ها، یعنی یک اکسس پوینت نمیتونه یک راوتر وایرلس باشه. باز راوتر وایرلس که هست میتونه همین کار اکسس پوینت انجام بده، یعنی اینترنت بگیره و به عنوان یک پول ارتباطی برای دیوایس‌های دیگه انتقال بده. و البته کار راوتینگ هم میتونه انجام بده و دی ام زی و امکانات داره، مثلا پورت وان داره دیگه. این دیوایس ها ما فرق میکنن و البته بیشتر اینا هدف از اینایی هست از این دیوایس ها که بیان و چی بکنن، سیگنال از شبکه کیبلی بگیرن به بی سیم تبدیل بکنن و باز برای دیوایس ها دیگه ارائه بکنن. قابلیت های مثل DHCP در اینا وجود نداره، اینا نت کرده نمیتونن، فایروال داخل خود ندارن دیگه، مثلا تنظیمات راوتینگ و اینا داخل از اینا انجام داده نمیشه، این کارا ما نمیتونیم انجام بدیم. اینجا نوشته هم شده که Wireless Access Point is a bridge، یک bridge هست، میتونه شبکه کیبلی ما چکار بکنه به wireless تبدیل بکنه و در لایه دوم OSI کار میکنه. درباره وایرلس اکسس پوینت صحبت کردیم و ادامه بس بعدی ما هست که ما یک دیوایس دیگه داریم به نام مودم یا مودیولیتور دی مودیولیتور. خود همی اصطلاح مودم چی است؟ مودم اول میخوایم ببینیم که وظیفه از چی است. وظیفه از این است که بگیره کامپیوتر ما شما رو به اینترنت کانکت بکنه. اما زمانی که به اینترنت کانکت میکنه چی کار انجام میده؟ دوستای عزیز، ما زمانی که از یک کامپیوتر استفاده میکنیم میفهمیم که تمام سیستم کار کامپیوتر بر اساس همون سیستم دیجیتالی هست که کامپیوترها از او استفاده میکنن، یعنی سر و کار از اینا با صفر و یک است. اما وقتی که ما میخوایم از اینترنت استفاده بکنیم، خب به اینترنت از سیستم آنالوگ استفاده میکنن، یعنی اونا از صفر و یک استفاده نمیکنن، فرق میکنه. اصلا تکنولوژی داخل کامپیوتر با داخل اینترنت یک کمک همون کیبل اینترنت یا دیوایسایی که داخل اینترنت هستن تفاوت میکنن و نوع کیبل ها از اینا تمام چیزایی که استفاده میشن در داخل
کامپیوتر فرق میکنن تا شبکه‌های اینترنتی. اینا ما امواج آنالوگ داریم که باید داخل کامپیوتر قرار داده بشه و کامپیوتر اونا درک بکنه و بعد از اون باز امواج دیجیتالی از کامپیوتر گرفته بشن به آنالوگ تبدیل بشن و از طریق کیبل مخصوص مربوط به تلفن یا هر چیزی که هست به یک کس دیگه در نقطه یا مکان دیگه انتقال داده بشن. کانال اینمی تبدیل امواج دیجیتالی داخل کامپیوتر به شکل امواج آنالوگ که بتونیم ما از داخل کیبل مربوط به اینترنت انتقال بدیم به نام چیات میکنن مودیولیشن میگن که امو تبدیل سیگنال از یک حالت به حالت دیگه است. اینال مودمی کار انجام میده و به عنوان یک مودیولیتور استفاده میشه. زمانی که از داخل کامپیوتر اطلاعات ارسال میشد این نام مودیولیت میشد، یعنی تبدیل میشد و کانورت میشد و باز زمانی که اون نفس پس جواب ما روان میکنه باز از داخل کامپیوتر از اون سیگنال دیجیتالی مودیولیت میشه به سیگنال آنالوگ تبدیل میشه و از طریق کیبل اینترنت فرستاده میشه تا زمانی که میرسه به مش نتورک ما. داخل نتورک ما که رسید به خاطر از اینکه یوزرها بتونن باز روی اطلاعات بخونن و مثلا درک بکنن که چی نوشته شده، باز داخل نتورک ما باز مودمی وجود داره که اونمو که مو اطلاعات میگیره و پس دی مودیولیت میکنه، یعنی از حالت تبدیل شده به آنالوگ پس میگیره به دیجیتال تبدیل میکنه و کامپیوتر ما شما میتونه رو باز یاد بگیره و استفاده بکنه. ببینیم کانورت آنالوگ ساوندز تو دیجیتال سیگنالز، ای چیزی قسمت نوشته شده. ما به هر دو طرف کانکشن هم که داریم باید حتما اینترنت از مودم استفاده بکنیم. اینال این ویژگی که اینا دارن خب ارتباطات برقرار میکنن اما چی هستن؟ در فرکانس های پایین کار میکنن، بنویت پایینی دارن، یعنی ما نمیتونیم از اینا توقع سرعت بالای گیگابیتی داشته باشیم یا میگابیتی داشته باشیم که امروزه به درد ما و شما میخوره، یعنی برای کارهای امروز ما و شما شاید اصلا گزینه مناسبی نباشن. خب مودم ها به خاطر بعض مسائل مثل موضوعات به خاطر بکاپ و این چیزا استفاده میشن و مثلا من به شما یک مثال از این به شما بگم، این است که یک نفر فکر کنین یک ادمنستریتور یک نتورک باشه و در داخل نتورک از دیوایس های مثل راوترها و سویچ های سیسکو قرار دارن که اونا باید چی بشه؟ اونا باید کانفیگ بشن. خب این نفر مجبور میشه که به یک سفر مثلا خارجی میره، یک جای بر ترینینگ، بره درس، بره کار یا هر چیزه. خب مجبور است که از اونمو دو کامپیوترها و نتورک مو دیوایس های داخل نتورک خود منیج بکنه. میتونه خیلی ساده با استفاده از یک مودم و کانکشن اینترنت به یک سویچ کانکت بشه از راه دور. البته یک پورت مخصوص به نام پورت اگزیلری داره که با دو آی پی پابلیک برای از او ست بشه و با استفاده از اینترنت و کانکشنی که از طریق مودم ایجاد میشه شما از هر کشور دنیا میتونیم به داخل از راوتر یا سویچ خود وارد بشیم. ما اینجا تفاوت مودم با ADSL هم میخواییم که بگیم. مودم عزیزا ببینیم یک وسیله هست که چی هست؟ مودیولیت و دیمودیولیت میکنه اطلاعات برای ما و باز ما بعداً یک سیستم های دیگه جدید آوردیم که البته ما دیگه نه کم شرکت ها و مثلا سازمان ها آوردن که به نام ADSL مودم یاد میشد. این مودم های قدیمی که سرعت پایین 56 کیلوبیتی داشتن و خیلی در کیفیت پایین یا مثلا سرعت پایین کار میکردن، ADSL مودم ها میتونه که با سرعت خیلی بالاتر کار بکنه، مثلا تا 24 میگابیت از شما دانلود داشته باشین، یعنی خیلی زیاد سرعت از اینا فرق میکنه نسبت به اینا. و ما در بخش وان تکنولوژی که در فصل پنجم کتاب ما هست باز در باره دیسل صحبت میکنه که بیشتر از 10 مدل شاید ما دیسل اونجا باز مطالبه کنیم که اینا برای اهداف مختلف که استفاده میشن تمام از اینا رو یاد میگیریم. در پلاز اینا کیبل مودم هم وجود داره که کیبل مودم بیشتر از کیبل های کوکسیال استفاده میکنه و دیوایس دارم که به نام کیبل مودم یاد میشه. اینا بیشتر در آی اس پی استفاده میشن و میتونن که برشون باز اینترنت از طریق کیبل مودم هم داشته باشیم. ما و شما فعلا درباره کانکشن های اینترنت که از طریق مودم های قدیمی بود و مثلا ADSL مودم ها بود و کیبل مودم ها بود به شکل کوتاه صحبت کردیم و به شکل مختصر بود صحبت ما درباره کلمات مثل مودیولیتور و دیمودیولیتور صحبت کردیم، فانکشنالیتی مودم رو فهمیدیم که سرعت از اینو 56 کیلوبیت در ثانیه است، امروز به خاطر بعضی اهداف مثل بکاپ چیزا استفاده میشن، یعنی یک رای دوم به خاطر دسترسی برای
دیوایس ها ما از اینا استفاده میشه. اون دیگه فهمیدیم که ADSL مودم نسخه جدیدی است که میتونه با سرعت های خیلی متفاوت و خیلی بالاتر نسبت به ADSL برای ما خدمات ارائه بکنه و در لیول های مختلف وجود داره برای اهداف مختلف. و کیبل مودم هم یک سیستم دیگه ارتباط اینترنتی است که از کیبل های کوکسیال استفاده میکنه، میتونه در فاصله که یعنی فاصله شما از اسپی بیشتر زیاد باشه استفاده بکنین از اینا و یک کانکشن اینترنت آلویز آن داشته باشین. اگر سوال داشته باشین عزیزا میشه پرسان بکنین باز هم. دوستای عزیز، درس فعلی که ما شما کار میکنیم موضوع داریم برام Network Intrusion Detection and Prevention Systems. ما در این قسمت یک چیز خیلی جالب، یک دیوایس خیلی خوبی میخوانیم که برام NID و NIP یاد میشه. البته اسک هست به خاطر از اسک، اما حالت جمع از اون رو میخوانیم شما اینجا نشون بده. خب اس از اینا کوچک میگذاریم که به خاطر شکل مخفف از این نگیره. خب ادامه میدیم. ببینین NID یا Network Intrusion Detection System چیست؟ یک سیستمی است که به خاطر از این استفاده میشه که در صورتی که کسی به داخل نتورک شما میخواد نفوذ پیدا بکنه به شما هشدار داده بشه، خبر داده بشه که اینه یک نفر میخواد داخل نتورک شما وارد بشه. مثلا اون نفر کسی هست که شما اجازه ورود برای از اون ندادیم و خود از اون میخواد که با استفاده از مثلا بعضی تکنیک های هکینگ و اینا به سیستم شما دسترسی داشته باشه. اگر ما بخوایم اون مثال بدیم، مثل یک سگ نگهبان نیست دیگه، البته ما NIP میتونیم یا Network Intrusion Prevention System میتونیم به عنوان یک سگ نگهبان بگیم، چون هم صدا میکنه بهشون الارم میده و هم مانع ورود میشه. اما NID که هست مثل یک دزدگیر هست که صدا داره ولی مانع نمیشه، یعنی عاملی نیست که جلو ورود در بگیره، فقط به یک صدا ایجاد میکنه و ادمنستریتور هشدار میده. و اینا معمولا در مواردی که ما و شما میبینیم مثلا اپراتینگ سیستم ها و اپلیکیشن هایی که داریم اینا بعضی نقاط ضعف دارن که از اونمو نقاط ضعف استفاده میکنن و یک پورت باز یا مثلا پروتکل هایی که ناهم هستن از اونها استفاده میشه. در پلوی از اینا بعضی موارد دیگه ما داریم به نام بافر اوورفلو. بافر اوورفلو به یک حالت گفته میشه که ما یک فضای کوچک داریم در اکثر سیستم ها که اینا وقتی اطلاعات میخواید تحلیل بشه اول میان داخل از اونمو فضا بافر میشن و بعد از او از داخل بافر میرن داخل CPU تحلیل میشن و یا اگر داخل دستگاه مثل راوتر سویچ باشه به طرف مقصد ارسال میشن. ما اگر بافر اوورفلو هم داشته باشیم مشتار داده میشه و اسکریپت هایی که نوشته میکنن و دیگه نقاط ضعفی که وجود داره تمام از اونها توسط NID و NIP هم گزارش داده میشن و همه این Network Intrusion Prevention System تنها سیستمی است که میتونه جلو از اونها بگیره. اگر دقت کنیم به این قسمت میبینیم که ما یک دتکشن داریم که فقط الرت داده میشه و یکی دیگه پریونشن داریم که استاپ میکنه، یعنی مانعیه ورود او عامل به داخل چی میشه، یعنی مانع ورود او فرد داخل نتورک شما میشه. ما با دو تا دیوایس آشنایی پیدا کردیم که یک از اینا به نام Network Intrusion Detection System بود و یک Network Intrusion Prevention System بود. Network Intrusion Detection یک دیوایسی بود که تمام اینتروژن ها یا کسای مداخلاتی که به داخل نتورک صورت میگرفت اونا شناسایی میکرد و از طریق نوتیفیکیشن های مثل ایمیل و یا تماس گرفتن با ادمنستریتور برای ادمن خبر داده میشه که این انتروژن یا مو مداخله صورت میگیره و خود از دیوایس یعنی NID به سیستم شما وجود داره، خبر میکنه شما رو اما جلو به افراد مزاحم نمیگیره. اما Network Intrusion Prevention System که هست تمام تداخل یا عموم کسایی که میخواین داخل نتورک شما وارد بشن اونا شناسایی میکنن، رفتارهای غیر عادی شناسایی میکنن، در پلو از اینکه برای شما یک ایمیل روان میکنن یا یک مسیج روان میکنن یا تماس میگیره که شما متوجه بشین که کسی به نتورک شما مثلا
میخوای که وارد بشه به با استفاده از مو سیستم های بکینگ یا محترک هایی که مربوط به بکینگ اینا میشه و خود از هم جلو وزن میگیره. به طور مثال اگر یک نفر چند بار پسورد خودش رو اشتباه میکنه به سیستم رو لاکاوت میکنه. خب این سیستم که لاکاوت میکنه کدوم بخش از این لاکاوت که اون نفر هم قسمت NIP یا Network Intrusion Prevention سیستم رو لاکاوت میکنه. یا اگر یک نفر زیاد لاگن آن لاگاوت میشه یا او فرد بلاک میکنه. اگر دیتای غیرعادی که سیگنچر ما میگیم یعنی شکل و ساختار از اون مربوط به کدهای ویروس ها باشه اونا رو شناسایی و بلاک میکنن. به این ترتیب میتونم مانع ورود اطلاعات به سیستم بشه که اونا مشکلات ایجاد میکنن. ببینیم ما یک سیگنچر از دیتا داریم به این قسمت برامون نشون داده که بر اساس سیگنچر بیشتر گفتیم چی میکنه اونا رو چک میکنه. فکر کنیم ما شما مثلا بعض استاده و قیافه ها به عنوان یک آدم مثلا موزر شناسایی میکنیم. اگر دیده باشیم یک به نظر ما افراد عرض افغان چی رقم ویژگی دارن، چی رقم لباس میپوشن، چی رقم تیپ و استایل دارن، به مو ترتیب دیتا هم داخل نتورک همون رقم استایل و تیپ های خاص خود دارن. یعنی کد های خوب داریم و ما کد بد داریم که اگر یک کد باشه که مربوط به دیتای خوب باشه شناخته شده، مثل یک نفر که منظم یک لباس شیک پوشیده باشه، دریشی پوشیده باشه، البته خوب صحیح و فیکس باشه، اما یک نفر دیگه در پلو از او قرار بدیم که مثلا ببینیم یک ظاهر نامنظم داره، مثلا لباس داره که بیشتر شبیه به کسایی است که اونا حراس افکن هستن، خب ما از روی ظاهر به اونا مشکوک میشیم. و یک دیگه از مسائل دیگه که هست، ما یک موضوعی داخل نتورک ها داریم به نام بیسلاین. من میتونم به شما یک مثال از بیسلاین اینجا نشان بدم. ما اگر تاسک منیجر رو باز بکنیم به این قسمت یک بخش داریم به نام پرفورمنسی. پرفورمنس ما یک گراف نشان میده برای ما که این گراف تنها در سی پی یو نیست، در رم است، در سی پی یو هست، در وای فای شما است. این گراف های مختلف نشان میدن به شما که امون میزان اطلاعاتی که فعلا رد و بدل میشن چیره انداز هستن. فکر کنم به طور نرمال گرافی که برای سندوریسی به دیتا استفاده میکنیم شما این اندازه باشه. زمانی که انمی نتورک انتروژن دتکشن یا نتورک انتروژن پریونشن سیستم ها گراف رو یک دفعه به این اندازه بالا میبینن، خب در امون لازم متوجه میشن که غیرعادی است و باید جلوازی حرکت گرفته بشه. یعنی از روی گرافی که داره و مو بیسلاینی که ما داشتیم، فکر کنیم به طور معمول ما 20% بنویت خود استفاده میکردم، یک دفعه بنویت میرسه به 90%، خب طبیعتاً مشکوک میشیم ما که چی رقم مشکل وجود داره. بیشتر یک مثال ما از بیهیویر بیس دادیم برای شما، بیهیویر دادیم البته، گفتیم که یک نفر چندین بار لاگین و لاگات میشه. تمام اینا مواردی هستن که برای سیستم‌های امنیتی که ما داریم مثل NID و NIP اینا مشکل ساز هستن. در اکثر نتورک ها ما امی نتورک انتروژن پریونشن سیستم و نتورک انتروژن دتکشن سیستم هایی که داریم اینا فرق میکنن. یکی از اینا هست آست بیس است که به هر کامپیوتر جداگانه اینا وجود داره. به طور مثال اگر ما بیم اینجا میتونیم که دفندر کامپیوتر خود به عنوان یک نمونه بگیم که ما به این قسمت داریم، ببینیم میگه وایروس اند تریت پروتکشن، این به هر کامپیوتر وجود داره. و اینجا که کلیک کنیم ما میبینیم که این فعلا از ما غیر فعال هم هست، این باشه که جور بکنیم. دیگه سیستم های امنیتی ما به این قسمت فعال هستن. انمیر ما میتونیم به عنوان همون سیستم امنیتی یا NID یا NIP کامپیوتر خود به شما مثال بده. و تمام آنتی ویروس هایی که هستن مثلا کاسپرسکای و نورتون و مثلا دفندر خود ویندوز، اینا بخشای به نام فایروال دارن و بخشای به نام ریال تایم پروتکشن دارن که تمام وقت سیستم خود بررسی میکنن و در صورتی که مشکل وجود داشته باشه دیتا چی میکنن، استاپ میکنن. دوستای عزیز، ما بعضی سافت‌ویرهایی هم داریم که کارار برای ما میتونه انجام بده. از این لینک میتونیم بریم بر خود اسنورت دانلود بکنین. البته سیدی های لایف از این وجود داره که اونا رو هم استفاده بکنین و سیدی های لایف هم اندازم به دیوایس ها. خب اما فایروال که هست باز میشه و کانفیگوریشن ها از اون شما متوجه میشین. البته خود اسنورت یک موضوع جداگانه هست که باز میتونیم برای یک به عنوان یک کورس جداگانه تعقیب بکنین. فعلا به عنوان یک مثال میتونین از اسنورت استفاده بکنین. هاردویرهایی هم که اینا وجود دارن در بخش
انمی این آیدیا و این آیپیا این رقم دیوایس های وجود داره که اینا دیوایس های مخصوص هستن. اپلاینس منظور ما انمی دیوایس میگیم، یعنی کل دیوایس ها رو میتونیم بگیم که هر کدوم از اینا یک اپلاینس هست، یعنی یک چیز سرعت خیلی بالایی دارن، میتونن تمام دیتا رو تحلیل بکنن. بیشتر در نتورک های انترپرایز اینا استفاده میشن و زمانی که شما از اینا استفاده بکنین نتورک شما یک ویژگی به نام آی اویلیبیلیتی خواهد داشت که معمولا دایم تایم نداریم و اینا میتونن به شما لاگینگ انجام بدن و سیستم های امنیتی شما خیلی خوب میتونن یک گرافی از اعمال و رفتار اطلاعاتی که داخل سیستم شما رد و بدل میشن به شما نشان بده. و اینجا ما پیشتر درباره اسپیس هم صحبت کرده بودیم که به هر کدوم از دیوایس ها ما میتونه یکی از این برنامه نصب بشه و پروتکشن انجام بده و به اینا به عنوان اپلیکیشن جداگانه به روی کامپیوتر شما نصب بشه. و ما درباره سیگنچر صحبت کرده بودیم، اینا میتونن اطلاعات به اساس سیگنچر ها چی بکنن، بررسی و چک بکنن و اجازه ورود از اونها رو بدن یا جلو ورود از اونها داخل نتورک شما بگیرن و تمام عکس العمل ها و رفت آمد ها و فعالیت های داخل دیوایس شما رو نتورک شما رو که بر روی دیتا انجام داده میشه اینا چک و بررسی میکنن و در صورتی که مشکلی وجود داشته باشه به شما هشدار میدن. یک وقفه داریم دوستا به خاطر نماز، به بعد از نماز ان شاء الله ادامه میدیم.